بسم الله الرحمن الرحيم. هات خدمات مواصلة نهاية عزيز وبلاس كيس يحب مندو تندرس باشي سمسار جي تسلي با خدمات شما تبريغ تنهاية حرس ميلويا در این سمسار با تدریس مضمون سیاست های اقتصادی دو در خدمت شما قرار خواهم داشت. جناب پاندو فرید احمد فرزانه‌ای استاد مهندسی اقتصاد در سمستر ششم تحصیلی قرار داریم. اقتدار کردیت مضمون دو کردیت در نظر گرفته شده. هدف آموزشی این مضمون تشریح و تحلیل تیوری ها و سیاست های انکشاف اقتصادی را در بر خواهد گرفت. روش تدریس مضمون هازا شامل لکچر و کار پروژهی بوده. منابع در پاریس کورس خدمت شما بیان کردید و تاریخ ثبت این ویدیو 31/3/99 می باشد. در هفته اول درسی قرار داریم. عنوان درس این هفته مفهوم و معرفی کشورهای جهان از بعد انکشاف اقتصادی خواهد بود. هدف درس آشنایی محصلین با تقسیم بندی کشورها از لحاظ انکشاف اقتصادی. فعالیت های درسی و آموزشی شامل لکچر، بحث گروهی و سوال و جواب قرار میگیرد. روش ارزیابی این بخش درسی امتحان خواهد. فرست مطالب این هفته مضمون سیاست های اقتصادی دو مشمول دستبندی شرکت کشورها، تقسیم کشورها بر اساس حاید سرانه یا درآمد سرانه، مثال های از جهان واقعی در بر میگیرد، وضع زندگی سر و نفوذ جهان. دستبندی کشورها طبق متون اقتصادی واژه های گوناگونی برای کشورها بکار رفته است. یکی از نمونه کشورهای جهان به عنوان کشورهای اقتصادهای انکشاف یافته یا دیولپد اکانومیکس میباشد. دسته دیگری به نام اقتصادهای انکشاف نیافته یا هن دیولپد اکانومیکس. دسته سوم اقتصادهای پیشرفته یا ادوانس اکانومیکس نامگذاری شده. نمونه دیگر اقتصادهای عقب مانده تردیشنال اکانومیکس را شامل میگردد و حتی اقتصادهای دیگه هم داریم به نام اقتصادهای کمتر انکشاف یافته یا لیست دیولپد اکانومیکس. این نمونه ها در واقع مفاهیم و واژه هایی است که از بعد اقتصادی برای کشورهای متفاوت در سطح جهان مد نظر گرفته شده است. و هم کشورها بر اساس حاید سرانه هم به دسته های گوناگون تقسیمات شده است. یک تعداد کشورهایی هست که به عنوان کشورهای دارای درآمد بالا نامگذاری شده است. این کشورها معمولا درآمد سرانهشان بین 13500 دلار الی 83500 دلار می باشد. البته این آمار بر اساس آمار است که در سال 2019 به نشر رسیده است. بران در این کتگوری درآمدی کشورهای قرار می گیرند که کشورهای درآمد بالا به حساب می آید. کشورهای دیگر به نام کشورهای درآمد متوسط رو به بالا نامگذاری شده. حاید سرانه یا درآمد سرانه این کشورها بین 4000 دلار تا 12500 دلار خواهد بود.
يعني بتعرف تساعد لهم على هوبيز حتى لو عندها سوي جيدة عن الإشارة أصلها صدرهم على السرعة. بس من السوم كشارة سكيدة هويتهم على متوسعة الرواية الطويلة كأعيد السرعانية إن كشارة بين 1900 دولار توسع 1900 دولار مباشرة. و نمونه چهارمی هم کشورهایی هستند که درآمد آنها کمه، درآمد سرانه بین 280 دلار الى 1000 دلار دارند. پس درآمد چنین کشورهایی درآمدی است که کم محسوب میشود. مثالهایی از جهان واقعی داریم که وضعیت زندگی و اقتصادی کشورهای متفاوت بیان میکنه و نشان میده که در بعضی از کشورهای جهان چه امکانات در اختیار بشریت قرار داره و بعضی از کشورها هم با محدودیت و عدم دسترسی به امکانات مواجه میباشند. وضعیت شغلی یک دهقان در کشور آمریکا به بحث میگیریم. معمولا کسانی که در آمریکا کار زراعت و فعالیت های کشاورزی انجام می دهند در وضعیت قرار دارند که از نتایج تحقیقات علمی استفاده می کنند و به اهمیت تحقیقات علمی پی برده اند. بر اساس یافته های تحقیقات علمی راند کشت زراعت و محصولات زراعتی فراورده های زراعتی را به همون پیمانه رو پیش میبرند و بازدهی کار آنها به مراتب بالاتر و بالاتر خواهد بود. میکانیزه بودن زراعت یک بحث دیگه که در آمریکا برای دهقان وجود داره و حالا دیگه کار توسط دست آنچنان انجام نمیگردد، بلکه از وسایل مدرن زراعتی و از تکنولوژی لازم استفاده برده تا بازدهی کاران ها به مراتب بالا برود. و از جانب دولت پروگرام های زیاد ایمایاوی هم وجود داشته تا دهقان با کمال راحتی فعالیت های کشاورزی خود را پیگیری نموده. و همونتون هستم یکی از پروگرام های خاص ایمایاوی میتونه خریداری های ایمایاوی دولت باشه، یعنی که دولت با نرخ مشخص محصولات زراعتی را خریداری نموده و از آن طریق در بازار با نرخ متناسبی عرضه می نماید، که این خود خاطر جمعی خاصی را برای دیهان برمحال می آورد. و هم وضعیت زندگی یک دیهان در کشور آمریکا چگونه می باشد؟ یک دیهان زندگی آرام داشته، به تمام وسایل لوکس زندگی دسترسی می داشته باشد، از امکانات بیمه های مختلف از قبل بیمه صحت، بیمه های عریق و سایر بیمه ها هم برخوردار بوده و به خدمات آموزشی با کیفیت نیز دسترسی دارد. یعنی اطفال یک خانواده دیهان هم بدون دغدغه به تحصیلات و تعلیمات دسترسی داشته و از این خدمات با کیفیت مستفید می‌گردند. و حال وضعیت شغلی یک دیهان در یک از کشورهای عقب مانده در کشور آفریقایی سنگال مطرح می‌آید. وضعیت شغلی این دیهان به قسمی است که کشت محصولات زراعتی به روش سنتی و
تراديشنال هون و پیشرفته، زراحت، میکانیزه، نبود کار توسط نیروی انسانی و با دست انجام میگردد. یعنی وسایل و ماشینالاتی که در سایه زراعت از اون استفاده بکنیم در کشورهای حقیق مانده و کشور مطرح بحث ما سنگال وجود ندارد، بلکه به همون روش سنتی باید کشت و زرع محصولات زراعتی رو پیش برود و هیچ پروگرام حمایتی هم از طرف دولت وجود ندارد، به دلیل اینکه معمولا دولت ها از وضعیت ضعیف اقتصادی برخوردار هم بنا نمیتونند کمک های اقتصادی خاصی در سکتورهای متفاوت در نظر بگیرند. به همین تناسب وضعیت زندگی یک دیوان در این کشور هم قسمی است که واقعا به شکل اسبار و فلاکتبار رو پیش می رود. امکانات ناچیز، وضعیت اقتصادی پایین، سطح درآمد ناچیز، همه و همه باعث شده که زندگی یک دیوان، نه تنها دیوان بلکه سایر اقشار هم به صورت بسیار ضعیف پیش می رود. عدم دسترسی به وسایل مورد نیاز زندگی، حالا که وسایل لوکس زندگی بماند تا وسایل مورد نیاز زندگی هم به حد کافی وجود ندارد. رنج بردن از بیماری های مزمن و خطرناک، آلودگی هوا و بیماری های گوناگونی که باعث شده افراد و خصوصا دیهان در این کشور را با دست و پنجه نرم بکنند و زندگی خود را پیش ببرند. بیسوادی و نبود خدمات آموزشی هم از نقاط ضعف دیگر است که در این کشورهای عقب مانده وجود دارد. خدمات آموزشی به حد کافی وجود نداشته و اگر هم وجود دارد ناچیز بوده و از کیفیت بسیار اندکی برخوردار می باشند و همین تناسب که بیشترین افراد بی‌سواد می مانند و خبری از تعلیم و تربیه وجود ندارد. این همه تفاوت در کجاست؟ چرا وضعیت زندگی بعضی مردم در نقاطی از جهان در حد حالی و بالای قرار دارد و وضعیت زندگی و شغلی دی از افراد در بعضی نقاط جهان بسیار اسفبار و فلاکتبار می باشد؟ چند سوال خاصی که در قسمت مطرح شده و می طلبه که ذهنیت های مؤثرین در راستا متمرکز کردد که واقعا این تفاوت ها در چیست؟ چرا حدود 3 میلیارد نفوس جهان درآمد ناچیز دارند؟ علل و علتهای گوناگون چی میتونه باشه؟ یعنی خود یک سوال تحقیقاتی گسترده است که در ذهن هر یک از ما شما خطور می‌نماید. کدام اشخاص یا نهادهای سیاسی و اجتماعی مسئول این وضعیت هم؟ این مسئولیت کیست؟ کدام سیاسیون، کدام نهادهای اجتماعی؟ یعنی این سوال پرسش برانگیز میتونه باشه. چرا ممالک اروپایی، آمریکا و ژاپن و بعضی دیگر از کشورهای آسیایی اینقدر ثروتمندند؟ ثروت انگفته دارند. این کشورها چه کارهای انجام دارند؟ چه مسیری را طی نمودند که به این حد بالای اقتصادی و سیاسی رسیدند؟ آیا میتوان از فقر اسف‌انگیز نجات یافت؟ این فلاکت اقتصادی
بفرصات اقتصادية تبديل نموذج شيء عقار هاي مثل داري لسه وجود داشته باشا آن دین 3 میلیارد انسانی که سالانه ده ها میلیون دیگر به آن افسوده می شود چی خواهد شد؟ اگر روند تضاد درآمدی و طبقاتی همین گونه ادامه پیدا نماید واقعا تعداد افراد فقیر جامعه و جهان رو به افزایش بوده و این تفاوت ها در آینده بیشتر و بیشتر خواهد شد. پس اینا سوالات است که بیان کنندی تفاوت های همه قسم در کشورهای مختلف جهان. و در این سلاید بحث زندگی سر رو به نفوذ جهان بیان شده است. طوری که از تحقیقات گوناگون برجسته می گردد ممالک جهان سوم حدود 75% نفوس جهان را در بر می گیرد و این 75% نفوس جهان فقط مالک حدود 27% درآمد جهانی می باشند. این بدین معنی است که 25% نفوس جهان را ممالک جهان اول و دوم تشکیل می دهند و ممالک جهان اول و دوم حدود 23% بخشید حدود 73% حائل جهانی را در اختیار دارم. برخلاف این که اکثر ممالک پیشرفته مردم آن از درآمد بالای برخوردارند و زندگی پر آسایشی دارند، از لحاظ صحی و از لحاظ شغلی و درآمدی در وضع بسیار عالی قرار دارند. حدود 3% نفوس جهان در وضعیت بعد زندگی به سر برده و از کمبود درآمد و ناچیز بودن درآمد و امکانات اقتصادی واقعا رنج میبرند و وضعیت آن به حد است که نه انرژی هست روز دارند، نه امیدی به امروز و حتی نه آرزویی به فردا دارند و هر لحظه از داشتن زندگی فلاکتبار اقتصادی رنج برده و یأس و ناامیدی ممکن است به آنها دست دهد. همین منوال اگر ما نگاهی بیندازیم به وضع زندگی یک فامیل در آمریکا، یک فامیل عادی مشتمل بر 4 نفر بوده و عاید سرانه آنها بیشتر از 60,000 دلار می باشد. داشتن خانه لوکس با تمام امکانات و رفاهیت هایی که در نظر گرفته شده و پیش بینی شده است. لوازم کافی آسایش و اتوماتیک در اختیار خانواده قرار داشته و با سهولت تمام بتوانند از این امکانات استفاده نمود. دسترسی به انواع و اقسام مواد خوراکی و میوه‌جات به خاطر داشتن وجود سالم و به دست گرفتن و داشتن انرژی کافی تمام امکانات مواد غذایی به اختیار آنها قرار دارد. بلند بودن وسعت عمر که 78 سال طبق تحقیقات اخیر بیان شده است، این موارد مواردی است که بیان کنندی با
وضع زندگی عالی برای یک فامیل در کشور آمریکا یا در ایالات متحده آمریکا بررسی شده است. و حال وضع زندگی یک فامیل در بعضی از نقاط برازم آسیا بررسی می‌کنیم. یک فامیل معمولی معمولا دارای افراد بین 5 تا 7 نفر بوده، البته به طور اوسط بیان شده است. فامیل های هم هستند که بیشتر از 10 نفر اعضای خانواده را تشکیل می دهند. عاید سرانه کمتر از $200 چیزی است که فامیل را در مضیقه درآمدی و اقتصادی قرار می دهد. سپری نمودن شب و روز در یک مکان بسیار کوچک در حد یک یا دو خانه که در اختیار آنها قرار دارند و تمام اعضای خانواده مجبورند در این مکان کوچک زندگی خود را سپری نمایند. نداشتن لوازم کافی در خانه، حالا لوازم خوب و لوکس بماند، لوازم کافی هم به دست از اعضای خانواده قرار ندارد. حتی صرف نمودن غذا یک بار در 24 ساعت یا در یک شبانه روز. سوادی غذایی نیاز یک فرد یا عضوی از خانواده بوده، اما به دلیل مضیقه اقتصادی و درآمدی اعضای خانواده مجبورن که در بعضی از مواقع یک وعده غذا صرف نمند. پایین بودن اوسط طول عمر یک مشکل دیگر است که بیان کنید به وضع زندگی یک فامیل می باشد. عدم دسترسی به خدمات صحی و آموزشی چالش دیگر است در بعضی خانواده ها و فامیل ها در کشورهای آسیایی و به خصوص در کشورهای اروپایی افریقایی نیز چنین مضیقه‌ای وجود دارد. و در سوالات آموزشی که در این هفته درسی مد نظر گرفته شده است، کشورهای جهان را از بعد انکشاف اقتصادی دستبندی نمایید. وضع زندگی سر و به نفوذ جهان چگونه سپری می شود؟ وضع زندگی و درآمدی در کشورهای جهان اول چگونه می باشد؟ این سوالات است که می طلبد تا مؤصلین تحقیق نمایند، ذهن و ایده خود را به کار اندازند و کنجکاو شوند که چی موارد در جهان وجود دارد و روند انکشاف اقتصادی کشورها در چی مسیری در حرکت می باشد. موفق و تندرست باشید. وقت شما خوش.